فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم از استکهلم سوئد با ما از خانم روستایی. فضا بسیار در ایران متشنج، اوضاع و احوال هم معلوم نیست که به کدام طرف میره. ارزیابی شما چیه؟ جمهوری اسلامی وارد یک بحران جدی سقلو شده و البته این بحران لایه های متعددی داره که داره افزایش پیدا میکنه و در واقع در درجه اول بحران پاسخگویی، به دلیلی که مردم معترضن چرا مسئولین پاسخگو نیستن و چرا همه چیز رو میپیچونن. دومیش اینه که چرا همه چیز رو پنهان میکنن، شفافیت وجود نداره. وقتی که شفافیت نیست یعنی یک چیزهایی هست میخوان پنهان کنن و مردم در جریان قرار نگیرن. بس لایه سوم اینه که مسئولیت پذیریه، چرا مسئولیت اشتباهاتشون رو نمیپذیرن؟ پس اگر مملکت اینطوری از همه جاش داره فرو میپاشه، اگر دولت، مسئولین، رهبری، نمیدونم مقام ها، شرکت های بزرگ کشور رو داره میکنه، اگر مسئول نباشن پس کی مسئوله؟ در واقع پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت پذیری، این سه تا بحرانی که مردم میبینن هر روز داره بدتر میشه و مردم میترسن از آینده. اگر دیگران جرأت میکنن و با شجاعت و شهامت و رفتارهایی که از عقلانیت به دوره اینقدر شجاعانه خطاهای بزرگ رو انجام میدن، واقعا ممکنه هیچ چیزی باقی نمونه از کشور. البته مردم، جمهوری اسلامی هم یک بدشانسی هایی داره که دیگه کارش نمیشه کرد. یکی از بدشانسی های جمهوری اسلامی اینه که الان سطح دانش و سواد و معلومات و تحصیلات مردم ایران خیلی بالاست و مثل سابق نمیشه مغز شویی کرد، مثل سابق نمیشه مردم رو هر چیزی رو تحویلشون داد. مردم آنالیز میکنن، میخونن، گوگل میکنن، گوگل میرن سرچ میکنن، میگن نه اینجوری نبود، اینجوری دیگه است. دومی مسئله رسانه های اجتماعیه که باز هم یک بحران برای همه حکومت ها، به دلیل اینکه فاصله حکومت و صاحبان قدرت و مردم رو کم میکنه و مردم حاضر نیستن از حق خودشون بگذرن چون آگاهی دارن که حقوقشون چیه و حقوق منابع قدرت چیه. سومیش اینه که مردم رفتار خودشون در برابر تبلیغات رسمی، پنهانکاری ها و مغزشویی مقاومت میکنن. اینی که دو سه روز یک هواپیما افتاد، تکذیب میشد، بعد مسئولیت رو پذیرفتن، اما مردم میگن نه، اون نقطه‌ای که این اتفاق افتاد تا روزی که شما مسئولیت رو پذیرفتید یک چیزایی گذشته، ما باید ببینیم اینا چی هستن. خانم روستایی، فرمودید که مردم در برابر تبلیغات رسمی مقاومت میکنن، سطح آگاهی هم بسیار بالا رفته. اگر اینطور هست چطور میشه مشارکت میلیونی، اونطور که رسانه‌های داخل حکومت میگن، در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو توجیه کرد؟ تبلیغات حکومتی آیا اونجا موثر نبود؟ اگر سوال شما قراره به این نتیجه برسه که در واقع این مقاومت ها، اعتراض ها و شورش ها، قیام و 1500 تا کشته و لشکر تک تیرانداز ها، احتمالا اینها صحت نداشته، من فکر میکنم که فیلم هایی که ما دیروز دریافت کردیم مبنی بر اینکه عکس های قاسم سلیمانی رو پاره کردن، علیه قاسم سلیمانی شعار دادن و فحش دادن، اینها من هیچ کدومش رو نمیپذیرم و اصلا هم دوست ندارم یک چنین دو قطبی شدید و خطرناکی در کشور وجود داشته باشه. اما این رزولتات نتیجه نوع این مدل حکومت کردنه. درسته مردم به آقای قاسم سلیمانی به عنوان یک نظامی که آن بر مرزها کشته شده هم تحت تاثیر تبلیغات بودن، هم احساسات میهن پرستان است و هم مردم همه دنیا در واقع از نظامیان ارشدشون و در واقع از سربازانشون، هر ایرانی یک سربازه، وقتی کشته میشه مردم تهدید میشه. البته جمهوری اسلامی هم نقش داشت در اون تظاهرات چند میلیونی، به دلیل اینکه 15 سال 20 سال قاسم سلیمانی رو قاسم سلیمانی میکردن. وقتی که قاسم سلیمانی با هزار تا اگر و اما به این ترتیب مورد هدف قرار گرفت، در هر حال مردم معترض میشن. حالا روستایی، در این شرایط اوضاع به کدوم طرف میره؟ ما هر از گاهی شاهد نارامی بودیم، شاهد بحران بودیم. فاصله این بحران ها و نارامی ها در جمهوری اسلامی یا دوره اونها به همدیگه نزدیکتر شده، ولی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ امیدوارم شما به اندازه کافی فرصت بدید من سوال شما رو پاسخ بدم. ببینید، پنج بحران دروغگویی اصلی
طی زمان حدود 2-3 هفته در یک کشور پیش اومده که در واقع بحران مشروعیت جمهوری اسلامیه. مردم احساس میکنن کشوری به نام ایران در معرض خطره. من این 5 مورد رو یک به یک میشمارم، بعد شما متوجه میشید که چرا اوضاع اینطوری و مردم تصمیم گرفتن با هر هزینه و به هر ترتیبی و با شتاب اوضاع رو عوض کنن، چون ممکنه چیزی براشون باقی نمونه. ببینید خانم روستایی، وقت به اندازه کافی هست. متشکرم که به من وقت کافی بود. ببینید، من به عنوان کسی که سالها سوی مطبوعات کار میکنم و پیگیری کردم و بسیاری از مردم که مثل من نیستن، مطبوعاتی چی نیستن و در روزنامه ها کار نکردن، مردم متوجه میشن که حمله به پایگاه الاسد دروغ بود. پایگاه الاسد بر اساس یک توافق دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده آمریکا تخلیه شد. ایران پایگاه خالی رو زد، اما به مردم گفتن که ما عملیات قهرمانانه انجام دادیم. انتقام بود، این نمایش انتقام بود. تلویزیون CBC دیروز گزارشی منتشر کرد، خبرنگار خانومشون رفت توی پایگاه الاسد، نشون داد که ساختمان‌های قول پیکر اومده پایین، نشون داد که چاله‌های 3-4 متری در اثر انفجار موشک‌های ایرانی ایجاد شده. من یه پرانتز باز کنم، دست اون کارشناسانی که این موشک‌ها رو ساختن درد نکنه و من دست اونها رو می‌بوسم، اما اونهایی که بازی‌های سیاسی آلوده می‌کنن، منظورم اونهاست. اینه که صنایع موشکی کشور بتونه اینقدر دقیق باشه و خبرنگار CBS بیاد نشون بده ببینید این ساختمون اومده پایین، میگه ببینید اصلا هیچی نمونده، برخی از اصلا ناحیه این پایگاه خراب شده. بعد خانم سوال می‌پرسه راستی چرا یه نفر کشته نشده؟ چرا هیچ کس زخمی نشده؟ به دلیل اینکه این نمایش انتقام بود، توافق شد. مردم این رو میفهمن، دوست ندارن دروغ‌های بزرگ به اونها گفته بشه و حکومت مردم و اونهایی که ولی مسئولان هستن رو نادان حساب کنن. دومیش، کشته شدن آقای قاسم سلیمانی، مردم نسبت به تئوری‌های اطرافشون و تبلیغاتی که شد راضی نیستن، ناراضی هستن، هرچند که به قول شما بیش از 1,000,000 در تشییع جنازه شرکت داشتن. شماره 3، حمله به هواپیمای اوکراین آخرین و بدترین ورژن دروغگویی بود که انجام شد. سوال‌های متعددی مطرحه. الان تمام رسانه‌ها پر از اینه که آیا یک، اینکه وقتی که هدف موشک قرار گرفت چرا همه در یک کنسرت هماهنگی همه شما انکار کردید بعد اومدید پذیرفتید؟ دو، علت شلیک چی بود؟ چرا شفاف نیستید؟ آیا جاستین ترودو از کانادا باید بیاد از حقوق مردم ایران دفاع کنه؟ آیا جاستین ترودو اگر میشد یا نمیشد؟ مردم فکر میکنن که اگر 200 نفر از مسافران تهران مشهد کشته شده بودن در اثر اصابت موشک به یک هواپیمای غیر نظامی، آیا باز هم مسئولیت رو میپذیرفتید؟ چرا بعضی از موضوع رو شفاف نمیکنید؟ شاید این سیستم موشکی هک سایبری شده باشه، شاید این موشک عمدن بدون اشتباه، بدون خطای انسانی هدف قرار گرفته. مردم میگن چرا هواپیمای فرانسوی هدف قرار نگرفت؟ چرا هواپیمای امارات که شرکت گردن کلفتیه، شرکت قطر که دوست ما، چرا هواپیمای اونها هدف قرار نگرفت؟ چرا هواپیمایی که پر از ایرانی هست پس کسی از حقوقشون دفاع نمیکنه هدف قرار نگرفت؟ منظورتون اینه که سوالهای بسیار زیاد اینجا مطرحه. بحران بعدی فاجعه معامله های پنهانی. مردم احساس میکنن که بدون اطلاع اونها و بدون مجوز اونها معامله هایی داره صورت میگیره. اگر ایران و تیم ترامپ با هم دشمنن، اختلاف دارن، چرا با هم توافق میکنن ما پایگاه خالی میکنیم شما بیاید پایگاه ما رو بزنید؟ نکنه شما توافق های دیگری میکنید و دودمان ما رو برباد بدید و اصلا تو دنیای سیاست اصلا بعید نیست. و بعدی بحران پنجم که به نظر من باز بسیار مهمه و اون اینه که مردم احساس میکنن که اگر ما معترض هستیم نسبت به حکومتی که مال خودمون بوده، میایم در خیابون تظاهرات میکنیم، حرف ما رو گوش نمیکنن، چطور فشارهای ما پاسخ داده نمیشه، به رسمیت شناخته نمیشه، اما فشار خارجی پاسخ داده میشه؟ مردم احساس میکنن که در قضیه هواپیمای اوکراینی، مردم احساس میکنن که فشارهای داخلی بیشتر از فشارهای خارجی بیشتر از فشارهای داخلی موثره و این خیلی بده. پس توضیحش اینه، ما مردم ایران در این کشور چه کاره ایم؟ اگر شما صاحبان قدرت و حکومت هر کاری دلتون میخواید میکنید، شفاف نیستید، پاسخگو نیستید و مسئولیت پذیر نیستید. اینه که شما میبینید یک ماه پیش در آبان ماه ما تظاهرات داشتیم، دیروز هم مردم بدون اینکه کسی دعوت کرده باشه خودجوش اومدن در این کشور. توضیح اینه که ما
بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی با بحران مشروعیتی مواجه شده که باید آرام آرام این بحران رو به رسمیت بشناسه، باید خودش اقدام کنه، تغییرات اساسی زیربنایی و اساسی ایجاد بشه، وگرنه ادامه این بحران به غیر از اینکه هزینه های بسیار کلانتری از کشور رو برباد میده هیچ نتیجه دیگری نخواهد. خودش تغییرات اساسی و زیربنایی ایجاد کنه به این معناست که هنوز شما به اصلاحات امید دارید، فکر نمی کنید که فروپاشی رخ بده یا جایگزین کردن حکومت راه حل باشه؟ سوال شما سوال بسیار مهم و حساسیه، شاید بشه گفت پاشنه آشیل تحلیل مسائل ایرانه. این که واقعا می شود کاری کرد این خیلی بحرانه. هنوز که هنوزه ما معتقد هستیم آقای آیت الله عظما سید علی خامنه ای بیان و معذرت خواهی کنند. من هنوز امیدوارم یک روز ایشون بیان و زود باشه، داره دیر میشه، ایشون بیان بگن من به خاطر اتفاقاتی که افتاد متاسف هستم، من استعفا میدم، من میرم و جوانها باشن و مردم فرصت داشته باشن تظاهرات بکنن، مردم، گروه های مردم، سازمان های مردمی، جناها، تیفها و گروه های مختلف بیان و شفاف خودشون رو تو جامعه نشون بدن، بدون اینکه تهدید بشن، بدون اینکه باتون بخورن و بدون اینکه تکدیر اندازها سر و گردن اونها رو هدف قرار بدن. بعد شاید بین حکومت و مردم یک اوبرنسی توافقی باشه مبنی بر اینکه این هست بشه، اونجا به جا بشه، این هست بشه و ما بیفتیم تو روندی که مردم ایران بعد میدارن چه کار کنن. اما اگر قرار باشه هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، رهبر ایران در برج عاج نشسته باشن، فرماندهان سپاه پشت فرماندهان سپاه و فرماندهان سپاه قدس پشت اون سلاح‌های تکتیراندازی و اون قناصه‌ها نشسته باشن، فکر میکنم هیچ مشکلی حل نمیشه. ما دوست داریم مشکل از داخل ایران حل بشه، اما مسئولین چون این فرمول ها رو متوجه نمیشن، خودشون فرمول های تغییرات داخل ایران از خارج رو رقم میزنن و این چیزی نیست مردم بخوان. اگر هم هیچ فرمولی کار نکنه، تجربه نشون میده که همه چیز به سمت تخریب میره که هیچ کس برنده نخواهد بود. خب در این صورت این اعتراض ها چه دردی رو دوا میکنه، چقدر حل کننده مشکلات هست اگر شما فقط و فقط راه حلتون اینه یا پیشنهادتون اینه که شخص آیت الله خامنه ای کنار بره؟ فقط مسئله آقای خامنه ای نیست، منتها آقای خامنه ای حلقه ایه که تمام حلقه ها رو به خودش وصل کرده، تمام حلقه های دیگر رو، دولت رو، وزارت خارجه، نهادهای نظامی امنیتی رو، سیستم ایران اینطوریه که ایشون همه رو خودشون یک نفره با حلقه کوچک از نزدیکان خودشون اداره میکنن. تظاهرات مردم در میان این سریال های بحرانی، بحران هایی که ایجاد میشه، این فایده رو داره که جمهوری اسلامی گام به گام و قدم به قدم به این نقطه میرسه که دیگر نمیشود ادامه داد. امروز 1500 نفر رو کشتیم، گفتیم 300 نفر بود. دیشب فرمانده سپاه اومده و توی تلویزیون گفته که کسانی که فردا بیان پس فردا عزادار شدن به ما نگن. خب این تهدید ما در کجای دنیا داریم در سال 2020 که مقام نظامی، هر نظامی، هر سردوشی داره دیگه، اون دورانش گذشته. یک نظامی بیاد توی تلویزیون مردم رو به قتل عام تهدید کنه و اتفاقا داره میفته. کارکرد این فشارها، تظاهرات که مردم رو، من دیروز دیدم فیلم هایی که بود، مردم وسط یگانه ویژه هستن و دشنام میدن، از جلوشون کنار نمیرن. قبلا ها کنار وای میستادن، میترسیدن، بیشتر جیغ میزنن، بیشتر فریاد میزنن. فرمول قضایا میتواند عوض بشه، روند این تحولات وقتی که تعدادشون زیاد میشه، فاصله شون کم میشه و مردم اصرار میکنن، حداقل نتیجه این که میتواند داشته باشه، یک، میتواند به بروز اختلاف و شکاف در درون سپاه، بین سپاه و ارتش و لایه‌های امنیتی ایجاد بشه که آقا دستا رو ببرید بالا، تسلیم مردم بشید، نیان مردم به ما حمله کنن، ما با هم تصمیم بگیریم که تغییرات ساختاری انجام بدیم. ادامه این تظاهرات باعث میشه که یا یک بیگ بنگ اتفاق بیفته که میشه در موردش برنامه‌ریزی کرد، و یا بیگ بنگ اتفاق نیفته و خود جمهوری اسلامی آرام آرام کوتاه بیاد. من امیدوارم جمهوری اسلامی آرام آرام کوتاه بیاد. اون بیگ بنگ سابقه خوبی در تاریخ معاصر ایران نخواهد.
خانم روستایی فرمودید که فرمول از خارج کار نمیکنه، ولی بدون فشار حد اکثری آمریکا از خارج امکان داشت کار به اینجا بکشه؟ قطعا فشار حد اکثری از خارج اصلا تردیدی نیست، خیلی مؤثر بود. اما دو تا تئوری هست. آیا این آقای ترامپ که قاسم سلیمانی گفت قمارباز، این آقای ترامپ قمارباز باعث شد که مملکت ما اینطوری بشه؟ این موج فساد ها، دروغگویی ها، اختلاس ها، همین مال 4 سال ریاست جمهوری آقای اوباما. تئوری دوم میگه که نه، اگر آقای ترامپ وارد قضیه نشده بود، جمهوری اسلامی تسلیم مردم میشد. حالا ما یک کامبینیشن، یک ترکیبی از هر دوتا رو در نظر میگیریم. یک، این سیستم دچار بحران‌های ساختاری بسیار جدیه. آقای ترامپ هم یک بحران اضافه کرد، در واقع شاید بشه گفت یک کمی تشدید کرد. اما وقتی که فرمانده فضا هوایی و فضای سپاه میاد و ناراست حرف میزنه، من دوست ندارم واژه دروغگویی رو به کار ببرم، خیلی لغت و تنش آمیزه، من دوست ندارم از این لغت استفاده کنم. اصلا چه با آقای ترامپ چه ارتباطی داره؟ اگر یک اشتباه رخ داده، حالا امیدواریمش، وقتی که شفافیت پذیر نمیشه، شفاف نمیشه، برای مردم توضیح داده نمیشه، این اصلا به برجام ربط نداره، به ترامپ ربط نداره، به فشار حداکثری ربط نداره. ما باید بپذیریم که بخش اعظم دردسرها از ایران ناشی شده. پاسخ کلید نهایی اینه که تا روزی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس ایده های ایدئولوژیک آقای خامنه ای بر این اساس چیده شود و عمل کند که با همه دنیا بجنگد، با کاخ سفید کنار نیان، اسرائیل رو دشمن همیشگی و ابدی تاریخ بشر حساب کنند، تا زمانی که ما با همه دنیا داریم می جنگیم، اوضاع همین خواهد بود. ما کشور ایران با میلیون ها زن و مرد تحصیل کرده، صلح‌جو، مهربان و با فرهنگ، میخواهند که مثل رفتار دولت ایران و کشور ایران، مثل 202 کشور دیگری که در جهان هست، دارن در صلح و آرامش همه با هم زندگی میکنن. 202 کشور دارن با آمریکا زندگی میکنن، از امتیازات آمریکا استفاده میکنن، معادلات و قراردادهای تجاری، نظامی، امنیتی، تمرین نظامی، خرید و فروش دارن. چطور 202 کشور در این کره خاکی اشتباه میکنن؟ فقط دو تا کشور، آقای خامنه‌ای و آقای رهبر کره شمالی، درست میگن. این اشتباه فاحشه، مردم این رو میفهمن، اما چون منطق مردم مورد پذیرش قرار نمیگیره، میان توی خیابون. و اینی که شما میبینید که بدونی که کسی مردم رو دعوت کنه، در شهرهای مختلف مردم اعتراض میکنن و فشار میآورن شاید کسی حرف اونها رو گوش کنه. بله خانم روستایی، شما بهتر از من میدونید پاسخ حاکمیت این بوده که ما اتفاقا خیلی هم اهل تعامل هستیم، رفتیم با آمریکا صحبت کردیم، سالها گفتگو طول کشید، مذاکرات به نتیجه رسید، بعد هم گفتیم که اگر این مذاکرات به نتیجه رسید، نتایج عملیش رو دیدیم، بعدمون هم نمیاد که در سایر موارد صحبت بکنیم. این کسی مثل آقای ترامپ بوده که از توافق یک جانبه خارج شده و بعد هم سیاستی رو دنبال کرده که در خوشبینانه ترین حالتش اسمش فشار حد اکثریه و البته حاکمیت میگه که معنای غیر از تغییر رژیم نداره. من کامنت شما رو کاملا میپذیرم، جملات شما کاملا دقیق بود و اصلا هیچ خطایی نداره. واقعا تیم آمریکا هم مسئله داره و مشکل نیست. من از دیپلمات‌های ارشد و کارکشته جمهوری اسلامی شنیدم که ما خیلی وقت‌ها حاضر بودیم با آمریکایی‌ها کوتاه بیاییم، آمریکایی‌ها اذیت می‌کردن، توافق می‌کردیم، اونها به هم می‌زدن. یه دیپلمات کارکشته‌ای که من اسمش رو نمیارم میگه که ما هر گونه هماهنگی که لازم بود زمان حمله آمریکا به افغانستان باهاشون انجام دادیم، ولی بعداً اونها حتی حاضر نشدن از ما آب بخرن برای سربازانشون، به دلیل اینکه لابی هایی در وزارت خارجه آمریکا وجود داره، لابی یهودی ها و صهیونیست ها، اینا بخشی از فاکتورهای سیاست خارجی آمریکا نسبت به کشوری مثل ایران، اونها روند رو تقویت میکنن. اما ما هم مشکلات بزرگی داشتیم که میشد این مشکلات رو مرتفع کرد. تا من مقاله‌ای داشتم با اینکه موقعی که ترامپ اومده بود، رئیس جمهور شو رئیس جمهور راست بی منطق و یک جورهای لغتی میگن رئیس جمهور کله خر، اینو همه میدونن، اما ایشون رئیس جمهور آمریکاست. وقتی که ایشون رئیس جمهور شد، آزمایش موشکی پشت آزمایش موشکی، من یادداشتی داشتم که با موشک ترامپ را آزمایش نکنید،
امروز فردای پیشبینی های اون مقاله است. وقتی که ما روی آزمایش های موشکی رو میشد بعدا انجام داد، آزمایش های موشکی رو میشد پنهان کرد، بعدا گفتن رهبر جمهوری اسلامی اصرار داشته الان تا میتونید موشک بزنید، برای اینکه بگیم ما سر موضع خودمون رسیدیم. این هم اشتباه ما بود. روی موشک ها شعار مرگ بر اسرائیل می نویسن. توی دنیای سیاسی دیپلماتیک اینا معنا داره. شما نمی توانید در دنیای امروز رهبر جمهوری اسلامی آقای محسن رضاییتون ببخشید، آقای محسن رضایی بیاد بگه که ما حیفا با تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم، بعد این حرف شما به حساب گرفته نشه. حیفا و تل آویو رو فقط با بمب اتم میشه ویران کرد. یک نفر نیست به این آقایون بگه. بسیار ممنونم، خیلی لطف کردید خانم روستایی، امیدوارم که زمان کافی در اختیار شما قرار گرفته باشه. شما خیلی وقتا از ما گلایه میکنید که وقت کمه. ممنونم از فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از استکهلم سوئد.